لندی لوئیس سال هاست که خون اهدا میکند و برای آن دلیل شخصی دارد. من به انجام این کار قادر هستم و میدانم که هر کس نمیتواند آن را انجام دهد. میدانم که کمبود خون وجود دارد و ما چند قضیه سرطان در خانواده خود در گذشته داشتیم و اهدای خون به مریضان مبتلا به سرطان کمک میکند و این چیزی است که من برای کمک به مردم آنجا انجام میدهم حتی اگر آنها را نشناسم. لوئیس حدود 2 ساعت را برای اهدای خون سپری میکند که وقت کافی را برای استراحت و دیدن یک فیلم برایش میدهد. ولی او از تعداد اندک از کسان است که در این مرکز اهدای خون حضور دارند. طبق معلومات صلیب سرخ در امریکا تعداد اهدا کنندگان خون به کمترین تعداد در طول 2 دهه گذشته رسیده است. از 20 سال بعد این سو تعداد اهدا کنندگان 40% کاهش یافته است. سابق حدود 4 میلیون اهدا کننده داشتیم و حالا کمی بیشتر از 2 میلیون است. علت این امر اکثرا مربوط می شود به همگیری کرونا. وقتی مکاتب تعطیل شد و کار و وظایف نبود و اکنون در اثر وضعیت آب و هوا در سراسر کشور امراض ساری فصل شیوع یافته است. هر فرد بالاتر از 18 سال می تواند خون اهدا کند. اهدا کنندگان باید بیشتر از 50 کیلو وزن داشته باشد و در هر 56 روز می تواند خون اهدا کند. من تقریبا 10 سال می شود که خونم را اهدا می کنم. من خوش شانس هستم که صحت و سلامت خود را حفظ کردم و من حس می کنم که این یک روش ساده برای بازپرداخت برای کسانی است که کمتر خوش شانس هستند. در ایالات متحده آمریکا برای اهدا کنندگان خون حتی وقتی که کمبود خون به سطح بحران هم برسد پول پرداخت نمی شود. کارشناسان بدین باورند که با پرداخت پول در این زمینه ممکن اهدا کنندگان احتمالی اهدای خون را به عنوان دریافت پول نقد اضافی بشمارند و آنها را از ذکر کردن محدودیت های احتمالی و شرایط دیگر اهدای خون باز دارند. اما در این زمینه برخی امتیازات وجود دارد. اگر 3 مرتبه خون اهدا کنید، 1 کارت وارد $10 برایتان اهدا می شود و قرعه کشی مسابقه سوپر بول می شویم و تحفه های کوچکی مثل جوراب و پیراهن نیز دریافت کرده ایم. کارشناسان می گویند در هر 2 ثانیه 1 تن در ایالات متحده آمریکا به خون نیاز دارد. بنابراین هر فردی که به طور اوسط 500 میلی لیتر خون اهدا کند ممکن زندگی 1 تن را نجات دهد. خدیجه همال کوزای تلویزیون آشنا صدای آمریکا.